اردن کرده بود و از اونجا به دعوت اخوان المسلمین به مصر رفته بود. کسانی هم مثل حجت الاسلام خسرو شاهی، نخستین سفیر جمهوری اسلامی در واتیکان و همچنین همسر نواب صفوی و گویا همین رهبر جمهوری اسلامی نوشتن که نواب مورد استقبال شدید هواداران اخوان المسلمین در مصر قرار گرفت. اینها تا چه اندازه با واقعیت منطبق است؟ دروغ پردازی در مورد فدایان اسلام و رهبر اونها نواب صفوی هیچ در و پیکر نداره در ایران. آقای خسرو شاهی در اون هنگامی که در پایان کار فدایان اسلام بوده، یعنی سال 1334 که نواب صفوی و یارانش رو اعدام میکنند، 16 سال بیشتر نداشته. آقای خامنه‌ای در سال 1318 به دنیا آمده و در تارنمای خودشون ادعا میکنند که به دلیل سفر نواب صفوی به مشهد ایشان سیاسی شدند، که سفر نواب صفوی به مشهد پس از کوشش نافرجام ایشان در کشتن کسروی در اردیبهشت، پس از اردیبهشت سال 1324 در تابستان سال 24 هست، یعنی موقعی که ایشان 6 سالشون بوده. میگویند که نواب صفوی در سفر به مصر به خراسان من رو به مشهد من رو سیاسی کرد. این که بچه 6 ساله چگونه مثلا بر پای آقای روی زانوی ایشان نشسته و سیاسی شده دیگر خدا میداند. خانوم ایشان هم اصلا وارد به این مسائل سیاسی نبوده، تا جایی که اسناد نشان میدهد، خاطرات خود ایشان نشان میدهد که فرقی میان مثلا همسرشون نواب و سید زیان نمیدیده. یعنی برای حتی آزاد کردن نواب صفوی دست به دامن سید ضیاءالدین طباطبایی زده بوده و اصلا متوجه این مسائل نیست و تاریخ رو اونجوری مینویسد که به ایشان گفتند که بنویسند. نواب صفوی در سال 1332 بعد از 28 مرداد به دلیل پشتیبانی شدیدی که نواب صفوی و دیگر فدایان اسلام می کنند از زاهدی، به عنوان پاداش اجازه رفتن به فلسطین رو می گیرد، یا مردان رو در واقع. اون موقع هنوز این واژه فلسطین و اردن و همین ها با هم در واقع با هم استفاده می شده. یک کنگره معتمر اسلامی بوده در اونجا، می رود ادعا می کند که در این کنگره کسانی از میان اخوان المسلمین که آمده بودن از مصر از او درخواست می کنند که برود به قاهره. جالب اینجاست که با اینکه او رو دعوت می کنند که برود به قاهره به دعوت اخوان المسلمین، پول سفر نداشته اونجوری که خودش میگوید و برمیگردد به بغداد و پول از علامه امینی قرض میکنه. اینها باز چیزهایی است که در در حالی از افسانه و واقعیت پیچیده شده و میرود در مصر. ادعایی که میشود از سوی آقای خسرو شاهی یا ادعایی که خود نواب صفوی میکنه این است که بله میرود در مصر. روزی بوده که نجیب رهبر کودتا و ناصر قرار بوده برای مردم صحبت کنن، ایشان هم میرود صندلی نجیب رو میگیره روی پودیوم و مینشینه جای ایشان و برای مردم صحبت میکنه و در اونجا به عبارتی که خودش گفته به زبان عربی به جمال عبدالناصر میگوید که کانال سوئز رو ملی کن. البته واژه‌ای که برای ملی کردن کانال سوئز استفاده کرده، چون عربیش درست نبوده، چون 6 ماه بیشتر در نجف نبوده، عربی بلد نبوده، واژه بسیار بدی است. یعنی من در پای رادیو نمیتوانم بگویم که او چه گفته یا اون که نوشته چه چیزی است، ولی به هر حال اصلا ربطی به ملی کردن کانال سوئز نداشته. ولی بعدها ادعا میکنن که بعد از این سخنرانی بسیار پر افتخار آقای نواب صفوی در مصری که در جریان یک انقلاب و جنبش بزرگ اجتماعی است و ناصر و نجیب در واقع اونجا رهبر هستند و انگلستان هم در مقابلشون قرار داره و ناسیونالیزم پان عربیستی در واقع در حال رشد هست، ایشان رفته یک شیعی ایرانی در یک کشور اهل سنت
به اعتبار گفته همسرشون کار رو به جایی رسونده که در یک ماه اقامت تمام کابینه تمام وزیران عبدالناصر شیعی شدن، حتی رئیس اوقاف مصر شیعی شده. خب اینها افسانه و دروغ و ریایی است که پراکنده کردن و هیچ ربطی به واقعیت نداره. اون موقعی که نواب صفوی میرود به مصر، اینهای گروه انگشت شمار بسیار بسیار محدودی بودند که کارهای تروریستی هم کرده بودند، در حالی که اخوان المسلمین در اون زمان اصلا مخالف کار مسلحانه بوده، هیچ کار تروریستی هنوز از سوی اخوان المسلمین صورت نگرفته بوده، برخلاف برخی بررسی‌های نادرستی که صورت گرفته که گویا اخوان المسلمین پایه کارهای رادیکال فدایان اسلام بودند. اخوان المسلمین تا سال 1954 که یک کوشش نافرجام برای کشتن ناصر انجام میدهند، دست به هیچ اقدام مسلحانه، دست به هیچ اقدام خشونت‌آمیز نزده بودند، در حالی که فدایان اسلام زندگی خودشون رو 10 سال پیش از اون با کشتن کسروی آغاز کرده بودند و به دنبال اون با کشتن هجیر و رزمارا نام خودشون رو به عنوان گروه تروریستی در ایران ثبت کرده بودند. به هر حال این نشان میده که فدایان اسلام هیچ قدرت اصلا شباهت یا شباهت سازی یا اینکه بخوایم اونها رو برابر قرار بدهیم با یک جنبش نیرومندی به نام اخوان المسلمین ندارن، اگرچه از دل این حرکت کاری به وجود می آید که بعدها شاید شباهت هایی با کارهای اخوان المسلمین داشته باشد. آقای امینی، اسنادی در دست که بریتانیا برای تثقیف ناسیونالیسم عرب و دیدگاه های ناسیونالیستی ناصر از پشت به اخوان المسلمین در پس پرده یاری می رسونده. آیا در مورد فدایان اسلام هم میشه چنین گمان زنی هایی کرد؟ به نظر من در مورد فدایان اسلام حتی بیشتر میتوان این گمان ها رو زد، چون در مورد اخوان المسلمین تردیدی نیست که آغاز حرکت اخوان المسلمین کار بریتانیا نبوده، ولی در رادیکالیزه شدن اخوان المسلمین و تشویق جناحی از اخوان المسلمین برای اینکه دست به کارهای ترور بزنند و با دولت جمال عبدالناصر در بیفتند، آدمهای یا جاسوسها و عوامل بریتانیا سخت دست داشتند، چون بریتانیا به طور سنتی برخلاف دیگر قدرت‌های استعماری خوب تشخیص داده بودی که باید از مذهب مردم بهره بگیره و از دیرباز دست بر این حوزه‌های دینی داشته. و در ایران هم تمام شواهد نشان می‌دهد که پیدایش فدایان اسلام اگرچه از آغاز یک کار برانگیخته شده از سوی بریتانیا نبوده، ولی اونها دست داشتن در این کار. اسنادی که موجود هست، روابطی که میان فدایان اسلام با سید ضیاءالدین طباطبایی وجود داشته، آدم هایی که میان سید ضیاء و دستی نواب صفوی رفت و آمد می کردن، حتی خاطرات، ببینید این از همه مهمتره، خاطرات عراقی که یکی از آدم های اصلی فدایان اسلام بوده، یعنی آدمی است که می توان گفت که یکی از برجسته‌ترین شخصیت های فدایان اسلام بوده و بعدها هم عضو شورای انقلاب در دوران آیت الله خمینی شد. پیش از کشته شدنش او در خاطراتش و در نوشته‌ها و در گفته‌هایش اشاره کرده به این روابط میان نفر دوم فدایان اسلام، یعنی واحدی و سید ضیاءالدین طباطبایی، و در خاطرات خودش گفته است در اون کتابی که به نام ناگفته‌ها منتشر کرده که اصلا دلیل بیرون آمدن او از فدایان اسلام آگاهی هایی است که اون موقعی که در زندان بوده از این رابطه مرموز و مشکوک نفر دوم این تشکیلات با سید ضیاء داشته و فهمیده بوده که او در واقع با سید ضیاء رفت آمد داره، و برای اونها که خب ظاهرا خیلی مخالف خارجی و مخالف استعمار و مخالف هر گونه نفوذ ظاهرا بیگانه بودن، این برایشون خیلی خیلی سنگین
می آمده. خود مهدی عراقی در خاطراتش هم گفته که اصلا ما وقتی